السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاگردان عزیز، خوب هستین انشاءالله؟ فامیل محترم ما خوب هستن؟ امید است که جور و سلامت بوده باشین. شاگردان عزیز، درسی که ما امروز از صنف هفتم تعلیم و تربیه اسلامی مضمون ما شما می باشد، درس اول ما شناخت علم حدیث، یعنی ما حدیث را باید بشناسیم. شروع میکنیم. حدیث شریف مصدر دوم شریعت اسلامی میباشد، پس لازم است بدانیم که کدام علم از سنت پیامبر گرامی ما بحث میکند. در اول گفت که حدیث مصدر دوم شریعت اسلامی میباشد، پس مصدر اول شریعت اسلامی ما شما چیست؟ مصدر اول شریعت اسلامی ما شما قرآن کریم و مصدر دوم شریعت اسلامی ما شما حدیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم می باشد. اینا لبه این شاگردای عزیز که ما علم حدیث یا علمی که از سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم بحث میکنه باید بفهمیم. در اول تعریف حدیث ما مورد مطالعه قرار میدیم. موضوع علم حدیث ما شما میخوانیم و غرض علم حدیث. تعریفش میگه که حدیث در لغت سخن و هر چیز جدید را گویند، یعنی یک چیزی که جدید باشد، تازه باشد. زمانی که حضرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سخن میگفت، یک فعل را انجام میداد و یا تقریر رسول الله صلی الله علیه و سلم می بود، اینا معمولا چی است؟ حدیث است، یک گپ تازه است و در اصطلاح عبارت است علمی است که در آن از قول، فعل و تقریر رسول الله صلی الله علیه و سلم از لحاظ متن و سند بحث می شود. خب این دو جمله خیلی آسانی است، فقط ما به ارتباط متن و سند بعدا صحبت خواهیم کرد. تعریف حدیث ما اینجا خواندیم و حدیث در اصطلاح چیست این هم ما خواندیم. دوست عزیز، این حال به این شاگرده عزیز، موضوع علم حدیث، خب موضوع چیست؟ موضوع همان مطلبی است که ما و شما به ارتباط از او صحبت بکنیم، به ارتباط از او و او را به حساب چه میگنم او موضوعات در زندگی خود تطبیق میکنیم. موضوع نهاده شده، وضع شده، این هم موضوع میگن. خب موضوع علم حدیث گفتار رسول الله صلی الله علیه وسلم. مثلا یک چیزی را گفته، در صنف شش شما خواندین، یک موضوع است که حدیثی است که المسلم من سلم المسلمون من لسانه، ادامه حدیث به ترتیب و مسلمان میگه کسی است، مسلمان حقیقی کسی است که مسلمان دیگر از زبانش، از دستش خب در امان باشد. کردار رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی یک کار انجام داده پیامبر خدا در زمانش و صحابه ها دیده ایره. عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم، کردار یعنی عمل رسول الله، کار رسول الله، فعل رسول الله و تقریر رسول الله صلی الله علیه و سلم را موضوع علم حدیث میگویند. تقریرش
میفهمین که مثلا دو صحابه چندین صحابه یک جا یک فعل را انجام داده باشد و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حال دیدن یا تماشا کردن همان فعل و یا کاری باشد، پیامبر چیزی برشان نگفته. این را تقریر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن. خب بعدا به صحبت خواهیم کرد. غرض علم حدیث، غرض، هدف و مقصد حدیث، حدیث را غرض میگن. یعنی هدف امو حدیث چیست، مقصد حدیث، علم حدیث چیست. این در اینجا به حساب به عنوان غرض علم حدیث صاحب کتاب تدوین کرده. غرض علم حدیث متابعت و پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد که موجب سعادت دارین می گردد. خب متابعت و پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتیم می باشد، یعنی ما پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم و تابع اوامری که از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از زبانش، از زبان مبارکش فرموده شده و یا که از زبانش جاری شده، هر اوامری بوده، ما متابعت همان گفتار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خود می سازیم. و این چی میشه؟ و این سبب خوشبختی، خواب، کامیابی ما شما در دنیا و هم در روز و در قیامت، در آخرت، یعنی در هر دو دنیا ما شما کامیاب می باشیم. زمانی که زندگی خود مطابق زندگی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ساخته بتونیم. خب این موضوعات هم خیلی موضوعات آسانی است و یک درس بسیار دلچسب و یک درس بسیار خوبی هم است از شاگرد عزیز که باید درست یاد بگیریم، که اگر خواسته باشیم حدیث را به شکل درستش یاد بگیریم، پس این موضوعات را حفظ کنیم. تعریف علم حدیث، موضوع علم حدیث، غرض علم حدیث، اینا را با شما باید حفظ داشته باشیم. خب شاگرده عزیز، در آشنایی با برخی از اصطلاحات علم حدیث، یک، تقریر. تقریر ما در بالا گفتیم که مقصد از تقریر آن است که یک و یا چند تن از صحاب یا از اصحاب کرام کاری را انجام داده باشد. یعنی مقصد از تقریر آن است که یک و یا چند تن از اصحاب کرام کاری را انجام داده و یا سخنی گفته باشند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پس از آگاهی در مورد آن سکوت اختیار کرده باشد. تقریر همان کلمه است که یک یا چند، اضافه تر از یک، از اصحاب کرام کاری را انجام داده باشند و یا فعلی را انجام داده باشند. پیامبر خدا در وقتش دیده و یا بعدن شنیده به ارتباط از او چیزی نگفته باشد، این تقریر رسول الله است. یعنی به این معنی که پیامبر خدا همان فعل صحابه اکرام را پذیرفته، قبول کرده و در ارتباط در مورد از او چی کرده؟ سکوت اختیار کرده. یعنی گفته که درست است به این شکل. این را ما شما تقریر بگیم. دوم، صحابی. صحابی کسی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیده و به ایشان ایمان آورده و در حالت ایمان فوت کرده باشد. این را میگیم ما صحابی. صحابی شخصی است که
رسول الله را حضرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را دیده باشد و به ایشان یعنی پیامبر خدا را دیده بعدا ایمان آورده و به حالت ایمان یعنی داشتن ایمانش با مشکل فوت کرده یعنی مسلمان بوده فوت کرده. سوم تابعی. تابعی کسی است که در حالت اسلام با صحابی ملاقات کرده و در همین حالت وفات کرده باشد. یعنی متوجه باشین سوم با دوم فرق دارد. صحابی کسی است که پیامبر دیده مسلمان شده و بعدا با مسلمان بودنش فوت کرده. تابعی کسی است که پیامبر ندیده اما صحابی را دیده. این را میگن تابعی. فهمیدین انشاءالله؟ بله. بخش های حدیث. خب حدیث دو بخش دارد. الف متن، ب سند. او ما شما در اصطلاح حدیث صحبت کرده بودیم، درست است؟ در اصطلاح گفتیم که عبارت از تقریر، گفتار، کردار و تقریر رسول الله صلی الله علیه و سلم است. گفته بودیم که از لحاظ متن و سند، اینا به متن عبارت از الفاظی است که از گفتار، کردار و یا تقریر آن حضرت صلی الله علیه و سلم حکایت کند. متن امو خطی که شما به نام حدیث میخوانین، یک عبارتی که به نام حدیث میخوانین، این را میگن متن. او متن گفتار رسول الله باشد، اونمو خطی که شما میخوانین به زبان عربی یا به زبان فارسی، او را یا گفتار رسول الله باشد، کردار رسول الله بوده باشد و یا یکی تقریر آن حضرت صلی الله علیه و سلم بوده باشد. در غیر از او این متن درست نیست، یعنی حدیث گفته نمیتونیم. ما هر متن حدیث گفته نمیتونیم. هر خط عربی را که شما زمانه که میبینین این حدیث گفته نمیتونیم. در او متن گفتار رسول الله بوده باشد، کردارش بوده باشد و یا تقریر آن حضرت صلی الله علیه و سلم بوده باشد. سندش عبارت از سلسله نام های راویان حدیث. سندش یعنی ما شما زمانی که یکان صحبت های می داشته باشیم با همدیگر خود، حرف های ما مثلا تا بالا میره، میگیم اسناد چی است، یعنی چی ثبوت داری. سندش یعنی ثبوتش، اسنادش. خب اسناد یک حدیث راویانش است که ایره کی روایت کرده. صحابی بوده راویش، تابعی بوده راویش، یا تبع تابعی بوده راویش. تبع تابعی همون تا امرای تابعی به حساب ملاقات کرده باشد. صحابی را ندیدن، تابعی را دیده به حساب. تابعی صحابی را دیده، تبع تابعی تابعی را دیده باشد. این را ما شما تبع تابعی میگیم، یعنی به مثل سلسله باز ضعیف شده میره راویش. خب شاگردان فعالیت ها را شما خودتان انجام بدین. خب بیاین بازم با شما بخوانیم انواع حدیث. یعنی در فعالیت گفته که شاگردان به صورت گروهی اصطلاحات درس را از یکدیگر بپرسند. خب اصطلاحات ما بالا خواندیم، اینا بین انواع حدیث آشنا شویم. حدیث به اعتبار تعداد راوی ها و مشهورترین آنها بر سه نوع تقسیم میگردند: یک متواتر، دو مشهور، سه احاد. یک حدیث متواتر، حدیثی است که تعداد راوی های آن آنقدر زیاد باشد که اتفاق آنها بر دروغ، محال و غیر ممکن باشد. یعنی حدیث متواتر همین است که در بالا خواندیم ما شما سندش،
اما اشخاصی که روایت میکنن آنقدر زیاد است، یعنی یک حدیث چندین صحابه یک جا ذکر کرده، ای را ما و شما نه دروغ گفته میتونیم نه ضعیف گفته میتونیم، یعنی اینا را ما و شما چطور گفته میتونیم؟ به خاطر که حدیث متواتر است، راوی از این بسیار محکم است، بسیار قوی است و در ضمنش زیاد است. یک حدیث چندین صحابه ذکر کرده باشد. شرایط حدیث متواتر، تعداد راوی های آن زیاد باشد. گفته حدیث متواتر چند شرط دارد؟ سه شرط. الف، تعداد راوی های آن زیاد باشد. به اتفاق آنها بر دروغ محال باشد، یعنی ما یعنی حتی فکر کرده نمیتونیم که این حدیث ضعیف است یا حدیث نیست، به شکل حتی فکرش کرده نمیتونیم. جیم، تعداد راوی های آن در همه مراحل یعنی طبقات از حد تواتر کم نباشد. این شرایط حدیث متواتر بود. خب دوم، حدیث مشهور، حدیثی را گویند که در عهد صحابه کرام راویان آن کم باشد و در عهد تابعین به شهرت رسیده باشد و راویان آن به حدی باشند که اتفاق آنها بر کذب ممکن نباشد. خب حدیث مشهور حدیثی است که تعداد راوی های صحابه ها کم اما تابعین زیاد است. در زمان تابعین بسیار شهرت پیدا کرده گی سمو حدیث و تابعین همه ای را به حساب روایت کرده باشند و این حدیث هم ما شما حدیث ضعیف و یا حدیث دروغ گفته نمیتونیم، در ذهن ما نمیاد. سوم، حدیث احاد، حدیثی است که آن را یک شخص و یا دو شخص و یا حتی بالاتر از آن روایت کرده باشد ولی به درجه حدیث مشهور نرسیده باشد و یا اینکه تمام شرایط حدیث مشهور در آن نباشد. حدیث احاد یک ذره از حدیث متواتر و از حدیث مشهور کرده است، ضعیف است، پایین است. این را میگن که درجه حدیث احاد به درجه مشهور، یعنی به درجه حدیث مشهور نرسیده باشد. صحابی ممکن ای را ذکر نکرده باشد، اگر ذکر کرده باشد شاید ممکن یک صحابی بوده باشد و تابعی ممکن به می ترتیب تعداد راوی هایشان یعنی باید چی باشد؟ ضعیف باشد، کم باشد. با او اساس ایرم میگم و شما حدیث احاد، بعد از ما قوی ترین حدیث ها حدیث متواتر، بعد از او مشهور است و بعد از او باز حدیث احاد است. قصه عزیز، خب بی بود درس امروز ما، شما موفق و آرام باشین. شاگرد عزیز موفق باشین، خدا حافظ و ناصرتان و کارخانگی براتان ارزیابی یعنی سوالات کار بکنین. شاگردان تعریف لغوی و اصطلاحی علم حدیث را و اینکه صحابی و تابعی با چی کسانی اطلاق می شود در کتابچه هایشان نوشته کرده و تمرین کنند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.